کاری که من در این ویدیو میخواهم بکنم این است که بعضی مثال ها را کار کنم که معلومات را به صورت های مختلف برای ما نشان میدهند و درباره این فکر کنیم که کدام روش خوبترین است یا اینکه برای ما کمک میکند سوالات مختلف را جواب بدهیم. پس بیایید که این مثال اول را کار کنیم. یک متخصص احصایه طول هر پیکسل 14 فریم را ضبط کرده است و آن متخصص احصایه یک طرح نقطوی را درست کرده است که هر نقطه یک فریم باشد. یک هیستوگرام و یک طرح صندوقی هم وجود دارد تا که وقت را نشان بدهد. کدام یکی از این نمایشگرها می تواند که حد میانگین را نشان بدهد؟ برای پیدا کردن حد میانگین، خب بیایید که این نمایشگرها را ببینیم. خب در اینجا ما طرح نقطوی را هم دیده می توانیم. ما برای هر 14 فیلم یک نقطه داریم. پس هر فیلم 81 دقیقه وقت دارد. ما در اینجا دیده می توانیم یک فیلم 92 دقیقه وقت دارد و دیگرش هم 93 دقیقه وقت دارد و یکی دیگری آن 95 دقیقه وقت دارد و می بینیم که دو دنیا آن فیلم 96 دقیقه وقت دارد و غیره. من اینطور ادامه کنم که از این استفاده کردم میتونم حد میانگین را پیدا کنم، به خاطر که من یک لیست از وقت‌های جریان داشته فیلم میتونم بسازم و میتونم که تمامشان را نیز تنظیم و ترتیب کنم و بعد میتونم که حد پنج را هم پیدا کنم. من میتونم که یک لیست هم بسازم. من میتونم که 81 و بعد 92 را بنویسم و بعد 93 و بعد 95 را مینویسم و بعد میتونم که 96 را دوبار بنویسم و بعد من میتونم که 98 بنویسم و بعد 100 را مینویسم. من فکر میکنم حال شما فهمیدید که این لیست به کجا میرود. من میتوانم که تمام لیست را نوشته کنم و بعد حد بین را پیدا کنم. خب پس من میتوانم که از طرح نقطوی استفاده کرده و حد بین را پیدا کنم. حالا ما با هیستوگرام چی کرده میتوانیم؟ این هیستوگرام است که در آنجا است و بهترین راه برای پیدا کردن حد میانگین باید که یک لیست از اعداد را پیدا کنیم. من باید یک لیست از اعداد را پیدا کنم. پس در اینجا من نمیفهمم آنها میگن که من یک فیلم دارم که در بین 80 و 85 میباشد، اما من دقیقا وقتی که جریان دارد را نمیفهمم. وقتشان شاید که 81 دقیقه باشد یا که میتواند 84 دقیقه باشد. من دقیقا نمیفهمم و از توی دیگر من نمیتوانم که یک لیستی از وقتهای فیلم بسازم تا که حد میانگین را پیدا کنم. پس من فکر نمیکنم که از اینستاگرام استفاده کرده و این کار را انجام بدهم. حالا طرح صندوقی که در اینجا است، من از اینستاگرام استفاده نخواهم کرد. همراه طرح صندوقی که در اینجا است، من قادر نخواهم بود که یک لیست از تمام قیمت ها بسازم. اما طرح صندوقی به صورت آشکارانه برای من میگوید که حد میانگین در کجاست. این خط در بین صندوق با ما حد میانگین را نشان میدهد. پس حد میانگین چند است؟ 100 است یا 99 یا که 95، 96، 97، 98، 99. این طرح به ما به صورت آشکارانه میگوید که حد میانگین 99 است. این آسان‌ترین روش برای محاسبه کردن حد میانگین میباشد. پس من همیشه از طرح صندوقی استفاده میکنم. پس اینستاگرام آنقدر استفاده خاصی برای من ندارد. اگر من بخوام که حد میانگین را محاسبه کنم، بیاید که یک چند دانه مثال دیگر هم کار کنیم. نام مالک موترهای دست دوم است. او فاصله سنج موتر را چک کرد و او اینکه چقدر فاصله را موتر طی کرده را ضبط میکند و بعد او هم یک اینستاگرام و یک طرح صندوقی را رسم میکند تا که بتواند عین معلومات را نشان بدهد. هر دو دیاگرام در پایین نشان داده شده. کدام نمایشگر باید استفاده شود تا که فهمیده شود چند دانه از ارادجات بیشتر از 200,000 کیلومتر را طی کرده است؟ پس چند دانه از ارادجات بیشتر از 200,000 کیلومتر را طی کرده است؟ اما در هیستوگرام اینطور به نظر می رسد که من 3 دانه ارادجات را دارم که بین 200 و 250 کیلومتر را طی کرده است و 2 دانه موتر دارم که بین 250 و 300 کیلومتر را طی کرده است. پس بسیار آشکار است که 5 دانه موتر است. 3 دانه که مقدار کار کردن آن بین 200,000 و 250,000 می باشد و بعد 2 دانه موتر که کار کردن آن بین 250,000 و 300,000 کیلومتر می باشد. شاید که حالا قادر به جواب دادن سوال باشم. 5 دانه موتر کار کرده بیشتر از 200,000 کیلومتر را دارد. اما در اینجا گفته میتونم که هیستوگرام بسیار مفید است. اما بیاید که امتحان کنیم که آیا طرح نقطوی چقدر مفید واقع می شود. حال من می خواهم که بفهمم چند دانه موتر کار کرده بیشتر از 200,000 را داشته است. خب من می فهمم که اگر من یک موتر با کار کرده بیشتر از 200,000 را داشته باشم، من در 4/4 عصه قرار دارم. اما من دقیقا نمی فهمم که در کدام قیمت بخش چهارم قرار دارم.
فقط با دیدن به این معلومات که در اینجا قرار دارد، پس آنقدر هم مفید نیست. برای جواب دادن این نوع سوالات، بیاید که به سوال دوم ببینیم. کدام نمایشگر باید استفاده شود برای پیدا کردن فاصله میانگین را؟ کدام نمایشگر باید استفاده شود تا فاصله میانگینی که تقریبا 140 هزار کیلومتر است را پیدا کنیم؟ خب، برای اینکه حد میانگین را حساب کنیم، اول باید که تمام اعداد را لیست کنیم و بعد حد میانگین را پیدا کنیم. و در اینجا من نمیتونم که تمام اعداد را لیست کنم. من میفهمم که 3 قیمت است که در بین 0 و 50000 میباشد، اما من نمیفهمم که آن قیمت ها کدام است. میتونه که 10000، 10000، 10000 باشد، یا که میتونه که 10000، 15000 و 40000 باشد. من نمیفهمم که چند است، و اگر نتونم که تمام این چیزها را لیست کنم و برایشان یک نظم ببخشم، باز بعدن برای پیدا کردن حد بین بسیار مشکل می داشته باشم. حد بین این باید که در این ناحیه که در اینجا است باشد، اما من دقیقا نمیفهمم که قیمتش چند است. هستوگرام انقدر مفید در این سوال نیست، به خاطر که انداختن تمام قیمت ها در این چوکات، در صورتی که در طرح صندوق بسیار واضح و آشکار است، مستقیما برای ما قیمت میانگین را می گوید. این خطی که در اینجا است، قسمت بین صندوق برای ما قیمت میانگین را می گوید. ما در اینجا قیمت میانگین را میبینیم. آن 140000 کیلومتر میباشد. درست است، این 100، 110، 120 و 140000 کیلومتر میباشد و این قیمت حد میانگین کارکرد موتور میباشد. و طرح صندوقی برای من به صورت آشکارانه برای من توضیح میدهد.